أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ترجمة: ومردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خداوند به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خداوند توانا و حکیم است جل جلالک. و اما بعد، حضور شما بیننده های عزیز، مادران، پدران، خواهران، برادران، جوانان، نوجوانان و اطفال نازنین دختر و پسر در هر کنج کنار دنیا و هر کنج کنار افغانستان غمزده و فقیر و مملو از انواع مشکلات اقتصادی، امنیتی و غیره مرا میبینین. سلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض میکنم. امیدوار هستم از نعمت صحت و سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار و در امورات زندگیتان موفق و کامکار باشین. بازم خدا را شاکر هستم که به ما حق توفیق عنایت فرمود تا از طریق برنامه 141 اسلام زن و زندگی مهمان خانه های شما به همکاری همکار عزیزم دکتر صاحب زهرا حسینی باشم. عزیزای گرامی، اخبار افغانستان مملو از دردها و مشکلات است و ما شما هر روز خبرهای عجیب و غریب میشنویم که چقدر افغانای ما در محیط اجرت مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. در می خبرها شنیدم که یکی از یک نوجوان در شهری از ایران کشته شده و مردم محل علی مهاجرین منطقه که به نام مهمان شهر یاد میشه شروع به اعتراض کردن و اونا رو مورد لاتکوب قرار دادن و شعارهای ضد مهاجرین انجام دادن. اگر افغانا در خانه خود جای داشته باشه، هیچ کس از سر شوق به خانه همسایه نمیره. چی بگویم؟ متاسف هستیم به زمامدارای فاسده که اینا سالهای سال حکومت کردن، مگر امنیت، نه امنیت اقتصادی، نه امنیت فیزیکی و نه امنیت روانی رو بر مردم ایجاد کردن که مردم مجبور میشه که به کشورهای همسایه بره و یا دل به دریا بزنه و در بحرها و دریاها غرق شود. با امید از این که افغانستان انشاءالله روز مکان امن برای به حساب ساکنان خودش و تمام مردم محل شود، برنامه امروز شروع میکنیم. عزیزای گرامی، در جمله خبرهایی که من دیدم، باز یک هیئت از 64 انجمن و کشورهای اسلامی و 4 مذهب یک هیئت بسیار طویل و عریض به افغانستان رفتن و با صدر اعظم طالبا و بعضی مسئولین دیگه از جمله ملا عبدالسلام حنفی معاون اول صدر اعظم طالبا و همچنان وزیر خارجه گفتن دیدن میکنن. امیدوار هستیم این هیئت مثل امو هیئت نباشه که از لندن آمده بود و بانجان به قابچین و تنها او چیزی را که حکومت سر قدرت یا می گروه طالبایی که سر قدرت هستن برشان دیکته میکنه امو را بگویه، بلکه واقعیت های عینی جامعه ما را که او حذف نصف از پیکره جامعه افغانستان است، حذف دخترای افغانستان از تعلیم و تحصیل و حق کار و زندگی است، ایر هم ببینن و با زبان منطق با مسئولینی که اینا می نشینن صحبت میکنن بگوین، نه ای که حساب لاسپیکر پروپاگاند و تبلیغات حکومت یا گروه طالبا در بیرون باشن. به هر حال متاسفانه جنگ خونین اسرائیل اشغالگر دوباره در منطقه بعد از یک آتش بس موقتی که امید به این میرفت که سبب از این شود که آیسته آیسته جنگ فروکش بکنه دوباره در گرفته و این دفعه جنوب غزه مورد حمله قرار گرفته. جنوب غزه جایی که وقتی اسرائیل اشغالگر اخطار داد به مردم فلسطین که شما از شمال براین و اینا را روان کرد به طرف جنوب، آله در اون منطقه بمبارده شروع کرده و قرار بعضی ایسای بالاتر از 190 نفر تا امروز کشته شده. روح شهیدار شاد می خواهیم و
ظالما و جنایتکارایی را که از طریق انسان کشی و از طریق زورگویی میخواهند که اهداف به اهداف خود برسند، خداوند هدایتشان میکنه. اگر هدایتشان نمیکنه، خداوند به شدیدترین عذاب خود در دنیا و آخرت گرفتارشان بسازه. با همی امیدواری یک کلپ بسیار مختصر دارم از آرمان و خواست یک کودک افغان، یک طفل افغان که خالی از لطف نیست. ایره در شروع برنامه به نمایش میگذارم و بعد از او با خواهر عزیزم دکتر سب زهرا حسینی باب صحبت شروع میکنیم. توجه بکنین. در گوش من صداست پدر، زنگ مکتب است. امروز دخت ناز تو دلتنگ مکتب است. این زنگ مکتب است و یا گوشواره ام، یا تکه های این جگر پاره پاره ام. پاسخ بده پدر که چرا دختران همه صفر کلان گرفته در این امتحان همه. اکرم اگر به خاتم پیغمبران نبود، یا بود و بعد رحلت او بر زنان نبود. یک بغض بی پدر به خدا بستنای من، بند است راه حق حق و موج صدای من. این تیک تاک ثانیه ها بی جواب نیست، اما جواب تلخ زمان در کتاب نیست. با عرض سلام مجدد خدمت همکار عزیزم دکتر صاحب محترم دکتر صاحب زهرا حسینی، خوش آمدیم به برنامه اسلام زن و زندگی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم صدا را این بار شنیده باشین و فریاد دخترکای مظلوم مارکه حق حق صدایشان ای طرفترها تا 12,000 مایل به گوش ما میرسه و قلب ما را اندوهگین میسازه. با امید از ای که روز نه چندان دور عقل سلیم به سر حکام گروه طالب بیایه و دروازه مکاتب معارف و پانتونا را بروی دخترکای معصوم ما باز بکنه. برنامه را آغاز میکنیم. بفرمایید دکتر سیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالخدا و الحمنی بالتقوا و افقنی اللتی ذکا. سلام عرض میکنم حضور شما خواهر عزیز و بزرگوارم و همه تمام شنوندگان و بینندگان برنامه. خداوند انشاءالله بر توفیقات شما بیفزایه. آمین. بله، ما شما این هفته راجع به ازدواج و شرایط ازدواج و بلوغ سن بلوغ در اسلام صحبت بکنیم و ای که دخترای افغان یا در مجموع دخترای مسلمان در کشورهای اسلامی با چه دشواری های در زمینه مواجه هستند. بفرمایید. بله، ما اون چیزی که ما مورد بحث قرار دادیم و برنامه های قبل هم بیشتر روش توجه داشتیم اصل خود قرآن هست، مدرک اصلی و سند اصلی که ما با آن ارجاع میکنیم خود قرآن و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مورد دقت و توجه بوده. ما وقتی مراجعه میکنیم به قرآن میبینیم که آیات متعددی در مورد بلوغ هست، اما سن بلوغ در قرآن به طور واضح بیان نشده. روی همین جهت ما میبینیم یک مراجعه میکنیم به قرآن و میبینیم که میفرماید، خداوند میفرماید که فَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. یتیمان را آزمایش کنید، هنگامی که بالغ شدند به حد نکاح و نکاح تمایل پیدا کردند، آنان را به درک مصالح زندگیشان دانا یافتید، اموالشان را به آنان برگردانین، اموالشون رو بهشون تحویل بده. با همین آیه شریفه ما برنامه رو شروع میکنیم که ببینیم بحث ازدواج و سن ازدواجی که مطرح هست. خصوصا ما میبینیم متاسفانه امروزه در جامعه افغانستان در جا از قدیم بوده و این مباحث و امروزه هم همچنان ادامه داره که سن دختران بسیار خردسال به عقد و ازدواج در میاره و
یا اینکه بحث بدون اذن پدر، اذن پدر شرط میدادن و بدون اینکه خود رضایت خود دختر توجه و دقت داشته باشه. ببینین خود بحث ازدواج یکی از مسائل بسیار مهمی هست که در اسلام مورد بحث و توجه قرار گرفته. تشکیل یک خانواده هست خود ازدواج، پیمان زن و شوهری خودش یک تعهدی هست که زن و شوهر با همدیگر میبندد و اینجا دو تا همسفر، دو تا همراه، دو تا همدل در کنار همدیگر زندگی با صلح و آرامش، زندگی با عشق و علاقه و محبت شروع کرده. به این زندگی مد نظر اسلام هست که خب یک تبعاتی داره مثل تولید نسل و همسال اینها حالا پیش رفته. خب ما وقتی میبینیم مراجعه میکنیم به قرآن، میبینیم که برای این ازدواج وقتی که آمده مطرح میکنن، میبینیم آیه خاصی خواسته باشه، سن مشخص کرده باشه، نه نیست سنی در... و همینطور خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله، ما از زبان حضرت حدیثی نداریم در این مورد که سخن بیانی داشته باشه و فرموده باشه که سن ازدواج این هسته. روی این جهت هسته خب ما مراجعه میکنیم، وقتی قرآن مورد دقت و بررسی قرار میدیم که میبینیم آیات متعددی هست، کلمه بلوغ آمده، حالا بلوغ حلوم و بلوغ نکاح و بلوغ اشد که همون رشد و رشیده یا رشید گفته شده مطرح هست. خب ما وقتی مراجعه میکنیم به قرآن، این مورد بحث قرار میدیم، همینطور لازم هست که ما هم یک نگاهی به قوانین بلوغ در جوامع مختلف بندازیم و همینطور در مذاهب فقهی یک مراجعه داشته باشیم. بلوغ، وقتی بحث بلوغ مطرح میشه یعنی اهلیت داشتن، یعنی برخوردار شدن از یک سری حقوق و مزایا و یک سری مسئولیت هایی رو هم به عهده انسان میاره. ما میبینیم که وقتی بحث بلوغ مطرح میشه یعنی اهلیت پیدا کرده، برخوردار شده از حقوق مدنی مانند تصرفات مالی، معاملات، همسال اینها هستن. دومی که ما میبینیم که با اهلیت در حقوق خانواده بحث ازدواج و طلاق مطرح میشه و همینطور اهلیت در حقوق جزایی کیفری مانند زندان، مجازات ها و همینطور اهلیت های سیاسی. خب ما این یکی از خیلی واضح هست و مشخص هست که در بحث انتخابات شرکت در انتخابات هست که شخص اهلیت پیدا کرده در انتخابات شرکت کنه یا تصدی پوست های سیاسی را در اختیار داشته باشه و بگیره و همینطور اهلیت پیدا کردن و برخوردار شدن از مسائل اجتماعی مانند نظام وظیفه، حالا گذرنامه چی داشته باشن و همینطور بحث گواهی نامه رانندگی و امثال اینها، یک سری قوانین و مقررات هست که باید این اهلیت داشته باشه، مثلا که بتونه در انتخابات شرکت کنه یا بتونه مثلا گواهی نامه رانندگی. پس سن بلوغ ما میبینیم در قانون بین الملل، در قوانین حکومت ها و کشورها و دولت ها مطرح هست. همینطور ما در مذاهب هم وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که سن بلوغ وقتی مطرح میکنه، سن بلوغ تنها بحث احکام شرعی نیست. ما وقتی ببینین یک وقتی هست ما بحث سن بلوغ مطرح میکنیم، مثلا فقط در بحث نماز هست، روزه هست که اینا بله بحث عبادت مطرح میشه. گاهی وقتی هست که خلط شده بین سن بلوغ در عبادت و بلوغ در مسائل دیگر. ما میبینیم پس بله شما ببینید ما در قرآن میبینیم بلوغ و تعابیر مختلفی آمده مطرح شده. بلوغ حلوم داریم جسمی است، بله بله، بلوغ همینطور نکاح داریم، بلوغ که به حد رشد و رشیده رسیده باشه، یعنی بلوغ فکری، امثال اینها مطرح میشه. و اون چیزی که ما در این آیه مشاهده کردیم، بلوغی که مطرح هست و میتونیم از این آیات استنباط کنیم، بیشتر بلوغ رشد و در حد رشیده و رشید شدن هست. ما اینجا نمیخوایم تنها بحث زن مطرح کنیم که رشیده باشه، بلکه رشدش اون رشید شدن هسته و رشید شدن هم یعنی از نظر عقلی و روحی به یک حد بلوغ رسیده باشه. خصوصا ما وقتی یک مراجعه میکنیم این آیه شریفه، حالا خوبه که اینجا مطرح کنم یا اینکه جای دیگر، ما میبینیم که وقتی حضرت در مورد حضرت موسی علیه السلام
که وقتی خداوند حضرت موسی را حکمت بهش عنایت کرده و اون مقام پیامبری داده، میفرماید که ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما و كذلك نجزی المحسنین. ما اینجا میبینیم که حضرت موسی وقتی به سن رشد رسید، میفرماید ما بهش اینجا رشد همون سنی که ما میگیم عقلش بالغ شده، بله، از حد فهم و درک و کمال رسیده، علم و حکمت داده. پس اون چیزی که رشید هست بر اساس آیات قرآن، یعنی اون کمال عقلی هم مد نظر هست و اون ما بلوغ نباید تنها به بلوغ جسمی یا جسمی در نظر، جسمی یا فیزیولوژیکی خلاصه کنیم. بله، بله. دکتر، پس اینه صحبت خواهش میکنم، ما خلاصه صحبت های شما را بگویم که بینندگان عزیز ما به صحبت در جریان باشند، که شما گفتین که قرآن تعریف واضح از سن ازدواج نداره، بلکه ازدواج یک قراردادی میدونه بین دو انسان عاقل و بالغ که دارای رشد عقلی شده باشن. چرا ما آیت مبارکی رو که بیشتر شما گفتین که شما وقتی که یتیما را میخواین به ازدواج در بیارین، اینا را باید بس اول به بلوغ رسیده باشن و به بلوغ رشد فکری هم رسیده باشن. یعنی رشد فیزیولوژیکی، رشد جسمی تنها کافی نیست. امی که و چقدر زیبا مثال دادین در احکام فقه، وقتی در فقه شریف ما میریم، وقتی که میبینیم که یک دختر بعد از این که عادت ماهیانیش میایه مکلف میشه که باید نماز بخونه، نه؟ مگر این معنای زیر نداره که وقتی که با مجرده که این بالغ شد و این فرق میکنه سن بساب عادت ماهیانه در انسانها، نظر به ادوار مختلف، نظر به کشورهای مختلف، نظر به اقلیمهای مختلف، یگان تا میشه که حتی در سنهای 9 سالگی 10 سالگی اینا چی کنن عادت ماهیانه دخترها بیای. این معنای ازی نیست که اونا آماده ازدواج هستن، چرا خود آیه مبارکه میگه که اینا رشد رسیده باشن به کمال رشد، یعنی رشد عقلی، رشد فکری که بتونن محاسبه کنن. یعنی وقتی شما سرمایه رو به دستشون میدین، این سرمایه از پیش از او عبث نشه. و یک آدمی که یک طفل شما یک سرمایه 10,000 میلیونی رو برش بدین، او نمیتونه او رو نگاه کنه ولو که به حساب عادت ماهیانیش آمده باشه. این حال اینجا بسیار مهم است که ما باید بفهمیم که اینجا قرآن هم یبلغ الرشد که میگه در سن بلوغ رسیده باشه، و این هم بلوغ عاطفی باشه، هم بلوغ بساب جسمی باشه، هم بلوغ عقلی باشه، یعنی در اون رشد رسیده باشه که حساب کتاب کرده بتانه، خیر از شر تفکیک کرده بتانه. که متاسفانه ایمی در مذاهب مختلف تا حال در عالم اسلام مد نظر گرفته نشده و به مجرد که دختر حتی بساب عادت نشده باشه، او رو به مجرد که ببینن که بساب آثار بلوغ در اون نمایان است، ای رو به ازدواج میدن. بفرمایید، ادامه بدید. خواهش میبینید، همونطور که خود شما توضیح دادین، تفسیر کردین، ما میبینیم که وقتی مراجعه میکنیم به قرآن، وقتی مراجعه میکنیم به اسلام، میبینیم بحث اموال یتیمه مطرح میکنه و اینجا بیان میکنه که شما وقتی میخواین وابتلو، امتحان کنید یتیمان را، آزمایش کنید تا هنگامی که ببینید واقعا این بالغ شده، واقعا این به قول شما همون درک و فهمش به اون سطح رسیده که این بتونه این مال تصاحب کنه و در اختیار خودش باشه و در اون تصرف کنه. خب ببینیم، ما یک تحلیل کوچیکی میتونیم اینجا انجام بدیم و اون به این صورت هست که وقتی در برای تحویل دادن یک مال که مال یتیم باشه، ما میخوایم بهش تحویلش بدیم، نیاز به این داره که ما این رو آزمایش کنیم، ببینیم که این چقدر بالغ شده و چقدر خوب و برگ بعد درک میکنه و چقدر صلاحیت داره که بتونه بر اون تسلط داشته باشه و اون اداره کنه. بحث ازدواج بحث از اون که مهمتر هست، بحث یک زندگی مشترک هست، بحث مسئولیت بسیار سخت و سنگینی هست، چی برای آقایون باشه چی برای خانم ها باشه، فرق نمیکنه برای دختر باشه چی برای پسر باشه، این خودش یک بار مسئولیت هست. متاسفانه ما میبینیم در جواب ما یا دختر به ازدواج یک پسر در میره که حتی اون پسر گاهی وقت اون صلاحیت نداره که زن اداره کنه و اون توانایی رو نداره، میگه خب اشکال نداره پس
مشغول حمایت میکنه. مردی که از ابتدا خودش احساس مسئولیت نکرده، به اون مسئولیت هنوز درک نکرده، نفهمیده که من چه مسئولیت سخت و سنگین به عهده گرفتم، بعد او چگونه میتونه ارزش زندگی رو بفهمه، ارزش و زن متوجه باشه و خواسته باشه نسبت به اون برخورد درست داشته باشه. و اینجا هست که زندگی ها دچار مشکلات آنچنانی میشه و اینجا هست که زندگی ها به تلاطم کشیده میشه. و ببینید ما یعنی یک مقایسه خیلی کوچیک اگر داشته باشیم، ما بیایم ببینیم بحث انتخاب که هر 4 سال هست، انتخاب ریاست جمهوری باشه یا هر یکی از این پارلمان ها باشه، ما میبینیم اینجا بحث سن وقتی مطرح میشه، خب سن یک سن قانونی خاصی آمده مطرح شده. متاسفانه یعنی ما میبینیم از 18 کمتر اجازه نمیده که در انتخابات، معمولا بیشتر در بیشتر کشورها به این صورت هستن. خب چطور ما اجازه میدیم که دختر، ما به اون سن نرسیده، متاسفانه ما میبینیم که اینه به ازدواج در میره. آیا بحث انتخاب که یک دوره 4 ساله باشه مهمتر هست، یا یک انتخاباتی که خب یک رأیش هست که نقشه درسته، نمیخوام بگم تأثیر نیست، اما بحث مسئولیت یک زندگی خیلی مهمتر از اون هست که ما میایم به عهده یک زن باشه یا مرد باشه، به عهده اون میگذاریم و بعد این دقت و توجه نداریم که آیا این صلاحیت پیدا کرده یا نکرده و آیا این توانایی رشد عقلی رو داشته باشه یا نداره. ما میبینیم وقتی کلمه، خصوصا این کلمه رشد که وقتی می نگاه این بلوغی که برای نکاح آمده، فا این آنست و منهم رشدن، وقتی ما میبینیم بحث رشد مطرح میشه و بعد در آیات دیگری ما میبینیم که آمده این به صورت های دیگری آمده مطرح شده، خصوصا آیه که در مورد حضرت موسی علیه السلام مطرح کردیم که حضرت موسی علیه السلام خداوند وقتی اون حکمت بهش عنایت کرد، خداوند وقتی بهش توانایی رو عنایت، بحث حکمت و علم بهش عنایت کرد که به رشد رسیده بود. پس ما میبینیم با یعنی اون رشد خداوند به اون مرحله مد نظرش بوده که رشد عقلی هم باشه، از نظر فکری هم به اون مرحله رسیده باشه. درسته که بحث ما میبینیم خصوصا در این بحث که خیلی متاسفانه این آمده سند قرار میده که بلوغ حلوم آمده مطرح میکنه، در بلوغ حلوم چیزی رو آمده مطرح کرده، حالا خب اذا بلغ الاطفال من اطفال، کلمه اطفال آمده منکم حلوم فلیستأذنوا کما استأذنوا الذین من قبلهم. خب اینجا میگه وقتی میخواد وارد اتاق مادر یا پدر خودش شوه باید اجازه بگیره، بدون اجازه وارد اتاق نشوه. اینجا بحثی که آمدن مثلا ما میبینیم متاسفانه بعضی از علما میایه میگه که چون همین سن بلوغ به قول شما بحث احتلام هم میاد مطرح میکنه، یا بحث در دخترها بحث قاعدگی رو مطرح میکنه، اینجا بحث بلوغ اطفال هسته که به این مرحله رسیده و اونجا چیزی که مد نظر آیه قرآن هسته اینه که بدون اجازه بدون اذن وارد به اتاق پدر و مادرش خودشان نرسیده داخل نشه، بلکه اینجا بحث همون ممیز هسته، یا یعنی اینکه یک طفل آمده به حد تشخیص خوب از بد رسیده و اینجا بهش میگیم ممیز، این خوب و بد میتونه تشخیص بده. پس این در سن ازدواج نیست، درسته که محتلم شده، درسته که حالا آمده، این در سن ازدواج نیست، بلکه این آیه بیان کننده خیلی آمده این آیه رو سند میگیره و بعد میگه که این خب چیه دیگه، این میتونه دلالت داشته باشه جواز است که طفل آرسی کنه، آرسی کنه، در حالی که اینجا این آیه میگه طفل هست، بلغ الاطفال منکم، طفل های شما به این حد دیگه رسید که محتلم شد، اینه دیگه، بعد از او اجازه ندین که وارد به اتاق پدر و مادر بدون اجازه شود. اصلا بحث در بحث ازدواج اینجا مطرح نیست، در آیه هیچ اشاره‌ای به ازدواج نشده، بلکه بحث این هست که خب هنوز طفله، این قرآن این طفل خطاب کرده، این شخص که آمده حالا محتلم شده اینه میگه طفله، هنوز طفله و جزء جرگه اطفال مد نظر گرفته. پس ما میبینیم که بلوغ حلوم نمیتونه بلوغ ازدواج باشه، بلوغ نکاح باشه، از نکاح در اون نیست، بلکه هنوز طفل هست و تازه خوب و بد میتونه تشخیص بده و اجازه که اتاق پدر مادر بدون اجازه وارد شده. و همینطور بلوغ نکاحی که همینجا این آیه رو ما قرائت کردیم، هم اینجا حتی بحث نکاح مطرح نیست، اینجا پیدا کردن در اینجا هم
بحث نکاح مطرح نیسته، بلکه اینی ما میبینیم در آیات قرآن نیامده سن برای ازدواج مشخص کنه، بلکه اون بر اساس عرف جامعه زمان بوده. خب کار نداریم. و از همه مهمتر اینه که همون اشاره مهمی که خود شما کردین، بحث جغرافیایی هست و محیط های رشد متفاوت هست. ما میبینیم در دوران اعراب اون زمان در خود شهر عربستان جزایر عرب، ما میبینیم که دخترها خیلی زودتر رشد میکرده، رشد دخترها خیلی خوب بوده و آب و هوا بر اساس آب و هوا بوده، بر اساس ژنتیکی که داشتن، حالا توانایی جسمیشان بالاتر بودن، حالا از نظر ژنتیکی بوده یا از نظر آب و هوا و امثال اینها، اینا همه تاثیرگذار بودن. روی همین جهت قرآن اینا رو همه مد نظر داشته. و از طرف دیگر یک نکته مهم دیگره که دکتر صاحب نباید فراموش کنیم اینه که قرآن کتابی هست که ما معتقد هستیم اسلام، قرآن یک دین جهانی هست و هم برای همه جهان احکام باید داشته باشه. روی این جهت هست اینه، بر اساس همون جغرافیایی که خود شما مطرح کردین و بر اساس ژنتیک افراد که بعضیا قوی هستن بعضیا ضعیف هستن متفاوت هست و نخواسته وارد این مسئله شد، چون بلوغ ها متفاوت هست و بلوغ چون متفاوت هست قرآن هم وارد سن نشده و نخواسته که بحث ازدواج در سن خاص متوقف کرده باشه یا بیان کرده باشه. خدا همونطور که شما گفتین آیه قرآن میگه که شما امتحان کنین. دقیقا. امتحان کنین. اینمی بسیار شرط عمده است که آیا این آدم خوب و بد تفکیک کرده میتونه. اینمی امتحان در قد امتحان آمادگی عقلی و فکری زیر نشان میده که اگر این را حذف کنی و تنها جسم مد نظر بگیری، اینمی است که اینمی نابسامنی های موجود به وجود میاد. ببینین حتی در همین قضیه امتحان هم که آمده بیان کرده که ببتلو یتاما حتی اذا بلغ النکاح، که آمده میگه در تو اون سن بلوغ چی رسیده، بازم اونجا میبینیم که آمده گفته باید این تمایل میل خواهش خود طرف هم خیلی مهم هسته. یکی از نکاتی که متاسفانه در فرهنگ های ما مورد بحث و توجه قرار نمیگیره، فین آنست و منهون رشدن. خب ما اینه دقت توجه نداره، اینه که میل خود طرف، به قول شما دخترها هنوز خودشان هیچ تمایل یا تمایل به ازدواج ندارن، اصلا آمادگی رو ندارن متاسفانه، در حالی که در قرآن این اشاره شده، این گفته که شما باید ببینید، اینه ببینید تا هنگامی که این بالغ شده باشه و تمایل به نکاح پیدا کرده باشه این بتونه خوب و بعد اونجا بحثی دفع اموالش مطرح شده که ده. این به سن رسیده باشه، نمیگه که به اون سن رسید زود بری ازدواج کنه، داجین یعنی اموال قبل از ازدواج تحویل میده که اون با خودش یک چی داشته باشه بعد به فکر ازدواج بیفته. یعنی میگه این به اون حد بلوغ رسیده باشه، بلوغ نکاح، و بعد تمایل هم درش به وجود آمده باشه و بعد شما مصالح او رو درک کنید که بتونه او اونقدر توانایی داشته باشه که بتونه زندگی رو اداره کنه، مصالح خوب بعد تشخیص بده، بعد اونجا میتونید اموالش به آنها برگردونید. اینجا بحث مال هست. و ما این رو باید دقت داشته باشه که بحث مال خیلی بحث مال اینجا نگفته که به ازدواج در بیاری میتونیم برو به ازدواج در بیاری، بلکه گفته اموالشون رو بهشون برگردن. بله. در حالی که بحث ازدواج باز خیلی سخت‌تر هست. سخت‌تر است. بله. بله دقت بیشتر لازم هست. ببینه ما وقتی یک چیزی رو که خیلی زیاد دکتر صاحب لازم هست دقت و توجه داشته باشیم، و من میخوام به شنوندگان عزیز و بینندگان میخوام بهش دقت و توجه داشته باشه، اینه که ما یک کفش رو میخوام برای دختر ما انتخاب کنیم، یک کفش رو میخوام، یک لباس رو. میبینید بعضی از جوانای ما امروز میره روزها ساعتها میگرده تا برای انتخاب یک کفش، یک کلاه، یک جمپر و امثال، ساعت ها میگرده تا اینو خواسته باشه، و اینو چقدر آزمایش میکنی و مهم میدونی که سلیقه خودش بذاره، انتخاب خودش باشه. آیا بحث ازدواج این مهم نیست که خود دختر هم تحقیقات داشته باشه، بررسی ها داشته باشه، ببینه اصلا اینا از نظر روحی روانی با همدیگر اصلا میخوره یا نمیخوره؟ اینه که متاسفانه ما اهمیت ازدواج درک نکردیم، متوجه نیستیم که بحث ازدواج بحث یک بحث بسیار مقدس هست و تشکیل خانواده هست، تشکیل اینکه بعدها از این نسل به انسان به وجود میآید و جامعه فردا را اینها تشکیل میده و اینها مادر و پدران جامعه هستند، یعنی میشود بعدها اینها فرزندان تحویل جامعه میده. خب روی این جهت متاسفانه اینه که به این دقت و توجه نداریم و بعد
جامعه چیزی که تحویل میده، یک گروه، یک عده، یک مشت طالب، یک مشت انسان های متعصب، یک مشت انسان هایی که متاسفانه نام اسلام هم بد میشه و باعث بدنامی آبروی آبرو بله. ریزی عالم اسلام و مسلمان ها میشن. واقعا بسیار زیبا دکتر صاحب شما گفتین که واقعا ازدواج بسیار یک بنیاد شیرازی زندگی مشترک دو انسان است که اینا سبب ایجاد انسان های دیگه میشن. وقتی ما فرد زیر بنای اجتماع است، وقتی دو فرد یک جای میشه و یک خانواده تشکیل میده، در حقیقت اینا یک اجتماع جدید ایجاد میکنن. اولاد می باشه، باز پس آنها به حساب اینا عروسی می کنن، فرزند های دیگر تولید می کنن، نواسه ها می شن، آیسته آیسته این می رقم خانواده تشکیل می شن و خانواده اجتماع را جور می کنن. اگر ما این سطحی فکر کنیم و بگویم به مجرد که یک بچه احتلام شد و یک دختر حایز شد یا حایزه شد، یعنی عادت معینش آمد، دیگه این می واجد شرایط هستند، ما باید تصمیم بگیریم که اینا زودتر عروسی بکنن. یک حدیث یا مقوله بسیار معروف میگن که حضرت پیغمبر خدا گفته است از سه چیز شما باید عجله کنید، یکیش نماز است، یکی در بساب نکاح هست و سومش بساب جنازه میت هر چیز زود دفن کردن است. شما در این تو موارد که بسیار یا ایره مبنای قضاوت خود قرار میدن و مجرد که دختر یک کم بساب عادت شد ایره واجد شرایط میدانن و امیال حکومت که فعلا در افغانستان قدرت به دست داره اکثر دخترها را از دوره متوسط و لیسه و پانتون که منع کردن، هدف از یایی است که تولید زن به خاطر بساب وجود زن در کره زمین فقط بر تولید نسل است. وقتی از صنف 6 خلاص شدن دیگه، یعنی که بساب 13 ساله شدن مانایزیس یا 14 ساله شدن، اینا واجد شرایط مادر بودن هستند. در صورتی که شما میبینین که برای یک کار بسیار ساده شما نمیتونین یک دختر 13 ساله 14 ساله را مثل بساب پاکاری نمیتونین استخدام کنین، برای یک ماموریت بسیار عادی وارده و صادره را که در مکتوب نشته کنه شما نمیتونین استخدام کنین. چطور برای یک کار بسیار مهمه که نقش فردای جامعه اسلامی را جور میکنه شما یک دخترک 13 14 ساله را واجد شرایط از این میدانین که این مادر شوه و بار مسئولیت تربیه و پرورش نسل سالم فردای مسلمان جامعه افغانستان به دوش داشته باشه، آیا امکان داره؟ اینم اینجا است که جامعه بر طرف خرافات میره به جای اصل دین که چقدر زیبا شما تشریح کردین که بلوغ باید مد نظر گرفته شود که نه تنها بلوغ جسمی باشه بلکه بلوغ عقلی و رشد فکری و ذهنی و عاطفی هم باشه. یک مادر، یک خانم خودش داوطلب شوه که ما آماده هستم ازدواج کنم، مسئولیت بیدار خوی شبای با طفل به دوش بگیرم، مسئولیت پخت و پز به دوش بگیرم. من اینمی توانمندی رو در وجود خود میبینم. مثل که شما چقدر زیبا گفتین که وقتی شما میخواین در هر کشور بلوغ یک سن داره، تا سن 18 نشوین شما دریو لسانس گرفتن نمیتونین، شما واجد شرایط رای دادن نیستین، شما واجد شرایط بساب کار در ادارات بالا، مثلا شما نمیتونین به حیث عضو مجلس یا این چیزا استخدام شوین. چرا یک سن است که در اونجا جامعه جهانی نظر به کشورهای مختلف امیر تعیین کردن که 18 است. بازم دمی 18، سن 18، آیا یک دختر آماده است که مادر شوه، آماده است که بیدار خدی بکشه، آماده است که بار مسئولیت زندگی مشترک به دوش بکشه، آیا یک پسر آماده است که مسئولیت قوامیت یا نفقه دادن یک خانواده را خودش به دوش بگیره، یا ای که خوش باشه که برو خیر من خوزن میگیرم بساب تولید نسل میکنم پدر مادر مصرف ممیده. این رقم نمیشه، اون مسئولیت فردی است. باید یک مرد خودش به مطابق آیت قرآن که وقتی دخترای حضرت شعیب علیه السلام به حساب به پدر خود پیشنهاد میکنن که امین مردی که هم امین است و هم قوی است، اینی میره به حساب اگر به استخدام بیاری که ای کار ما را بکنه و ما از زمی گوسفند چراندن راحت تر شویم. یعنی دو صفت قرآن برای مرد در پالوی تقوا گفته شده که یکی قوی بودن و یکی امین بودن است. و بسیار پیغمبر خدا
به حساب دستور میداد که شما وقتی که یک زن انتخاب میکنین کوشش کنین که به حساب معیارات عقیده را مدرسه بگیرین. برای یک دختر یا زن هم امیر توصیه میکرد که شما یک مرد انتخاب میکنین عقیده اول باید باشه، قوت و سلامت جسمیش دوم باید باشه، که متاسفانه این معیارات در عصر ما بیخی سرچپه شده. وقتی یک شما یک دختر پرسان میکنین چی رقم یک شوهر میخوایی، میگه پیسه دار باشه، مقبول باشه، کاکا باشه. نه؟ و وقتی از یک دختر یک مرد پرسان میکنین چی رقم یک دختر میخوایی، میگه مقبول باشه، کاکا باشه، از خاندان با نام و نشان باشه. کجا از این عقیده است؟ کجا از او معیارات قرآنی است که بر از او قوت و امانت بر زن میگه که تقوا داشته باشه، عفو داشته باشه؟ در مو آیت مبارکی معروفی که شما فکر میکنم در شروع برنامه خواندین یا نخواندین که بسیار مهم است که ما او را بفاهم، که قرآن عظیمشان معیارات که برای ازدواج تعیین کرده است. آیه مبارکی بسیار سوره روم است که و از نشانه های او این که از خودتان همسران برای شما آفرید تا بدنها آرام گیرید و میانتان دوستی مؤدد، یعنی مؤدد که ما او را آل فعلا عشق میگیم و رحمت که او را به حساب عفو میگیم گذاشت و دوستی و رحمت نهاد. آره، در این نعمت برای مردمی که میاندیشن قطعا نشانه های از رحمت خدا است، نشانه های از آیات قطعی، نشانه های از حکمت رب العالمین است. آیا ما امیم یارات ما در نظر گرفتیم که باید معدد و رحمت ار دو طرف، ام مرد ام زن، درک کرده باشه، عاشقانه زندگی را شروع کرده باشن، نه رفیقانه شروع کرده باشن، نه رقیبانه، که متاسفانه بدون فهم از این چیز فقط به آرزو از این که پدر مادر میگه این مسئولیت ماست، ما باید دختر و بچه خود آرزو کنیم، هرچی که زودتر آرزو کنیم که به انحراف اخلاقی کشانده نشون بهتر است. شما در این تو موارد چی میگین به خانواده‌ای که تو یک اندیشه ها دارن؟ بله، ببینین این اندیشه هایی که هست، خب این خانواده هست که متاسفانه این مشخصه اشتباه هسته. چرا؟ یکی از عللی که این خانواده چنین اقدام میکنه، گویا اینجا خودشان از زیر بار مسئولیت فرار میکنه و به هر چی میخواد بار خودشان حساب کنه و این خودش یک فرار کردن از زیر بار مسئولیت هسته و فکرش تمام همین قد کار میکنه که حالا بیایم ما دختر یا بچه خودم به ازدواج برسانم و ایرو خواسته باشم دیگه، همین که چی کنم به فکر از این نیست که این دختر آیا واقعا اون توانایی رو داره یا نداره، یا اون پسر آیا واقعا این توانایی رو داره یا نداره، متاسفانه به این فکر نمیکنه. و بعد میگه دیگه درسته ما همه ما مسلمان هستیم و به این اعتقاد و باور هستیم که خدا درست میکنه و خدا یاری خداوند شامل حال همه هستن، اما به این معنا نیست که ما بر اساس توکل به خدا باید داشته باشیم، به این معنا نیست که بنا به فرمایش خود رسول اکرم با توکل زانوی و اشتر ببند، به این معنا نیست که تو باز بگذاری و اشتر خودت بعد بگی ما بحث توکل هست، توکل به خدا باید بکنیم، خدا خودش همه چیز درست میکنه. نه، خدا درست میکنه، خدا عقل و خیرت به همه ما و شما داده و عقل داده که باید در این قسمت چقدر ما حمایت باید داشته باشیم. و غیر از همه مهمتر اینکه بگذاریم دوران بچگی چه بذار بچه بچگی کنه، تو اگر بچگی درست نکرد فردا نمیتونه بزرگی درست بکنه. یه چیز خیلی مهم هست که دورانی که دختر خانم یا آقا پسری که هنوز دوران بچه هسته و هنوز با اصطلاح افغانی و وطنی ما بودن بوی شیر از دماغش میه، بله، یه هنوز بگذار که همون بچگی خودش رو بکنه و هرچی این بهتر همین بچگی خودش باعث رشدش میشه، بگذار که این رشد پیدا کنه و یک مقدار این تمایلات در خودش شکوفا شه و یک مقدار آتش بکشه. ببینید ما یک کسی که هنوز تشنه نشده و هنوز خودش آب نمیخواد بزرگ که نمیتونیم این آب بدیم و این آب بدیم، از این آب هم نمیفهمه، از اینم لذت نخواهد برد، بگذار که یک مقدار تشنگی بکشه، چی مرد باشه خودش تلاش کنه کار کنه. در همین کشورها ما میبینیم که حتی تا سن 18 سالگی مسئولیت خانواده به عهده خانواده هستن. خب ببینین تا سن 18 سالگی این مسئولیت خودش نمیتونه، کار خودش نمیتونه درست انجام بده، چگونه میتونه مسئولیت خانواده رو به عهده داشته باشه؟ پس این میبینیم که ما اگر سن 18 سالگی تازه، ما اگر خواسته باشیم بر اساس بعضی از مذاهب نگاه کنیم، سن 18 سالگی خب
حالا بر اساس قانون اینجا می تازه این خودش میتونه یک مقدار پیدا کنه و این نیاز به چندین سال دیگه داره که تو خواسته باشه نیاز به این مرحله برسه که بتونه جامعه خانواده را هم اداره کنه و از طرف دیگر اینقدر سطح تحمل فهم درکش بالا بره که بتونه همپذیری در خودش به وجود بیاره و خواسته باشه غیر خودش هم باش کنار بیایه و این از نظر اخلاقی یک مقدار روش اخلاقی کرده باشه، همونطور که شما بیان فرمودید از نظر عاطفی درگیری عاطفی درش به وجود بیایه و این بحث عشق و علاقه و مودت و رحمت، اینا چیزایی هست که لازم هسته و متاسفانه خانواده هایی که حالا این سوال شما بود که چه کار رو میکنه در حقیقت بچه ها اولاد خودشان رو ضایع کرده و نه تنها اینجا وظیفه پدر مادری خودش درست انجام نداده بلکه به حق او ظلم کرده و یک عمر او را تباه کرده و اگر چند سال او را جمع کرده بزرگ کرده و بیدن که دیگه تمام اون زحمات گذشته خودش به هدر داده و ضایع کرده و این کار واقعا نه اسلامی هست و نه اخلاقی هست و نه امروز جامعه بشری امروز میپذیره و نه مورد پذیرش انسانیت و جامعه بشری هست. واقعا پس چی باید کرد دکتر صاحب؟ چی باید کرد؟ و امیاله که مخصوصا موجی از ازدواج های به حساب نابالغ در افغانستان روان است و دخترک های بیچاره قربانی میشن. آمار نشان میده که مکاتب به می خاطر پانتون وابسته شده و صدها هزارها دختر بیچاره ناخواسته، کسایی که آرزو داشتن تعلیمات و تحصیلات خود ادامه بتن، امروز به پای ازدواج کشانده میشن. ما باید برای اینا چی کنیم؟ خب ببینید چی کاری ما میتونیم، ما تا چیزی که میتونیم وظیفه ما آگاهی بخشی هست. ما میخوایم بگیم که رفتار اینا رفتار اسلامی نیست. اگر احکام اسلام از ما سوال میکنه، دستور اسلام از ما میپرسه، دستور اسلام این نیست که این بحث ازدواج اجباری رو مطرح کرده باشه، یا مثلا ازدواج اجباری که اصلا جایز نیست، چون اون نکاح درست نیست، نکاح حرام هست یا به تعبیر دیگر باطل هست و عقد صیغه عقد هم خوانده شده و دختر رضایت نداشته باشه و حالت اجبار باشه، این که اصلا عقد باطل هست و این عقد حساب نمیشه به خاطر که او به زور رضایت خواسته بشه بگیره، این که اصلا درست نیست، نکاح باطل هست و همین خودش باعث میشه. خب ببینید چقدر ظلم ها صورت میگیره، یک عمر کسی که از یک خوشش نمیایه واسه باشه او رو تحمل کنه. خب این چی ظلمی هست که واقعا جز این که بگیم داره ظلم به زن ها میشه از به نحوه های مختلف، حالا چی بحث محروم کردن از تحصیلات بود یک نوع ظلم، ازدواج های اجباری که به قول شما حالا خانواده ها متاسفانه، بله اینو منم شنیدم که بعضی از خانواده ها میگه خب خیلی خب دیگه حالا که درس نمیتونن بخونن خب چی کنه خانش شده، بهتره اون که ازدواج کنه. آه این کجای از این بهتره، بهتری این در کجای از این نهفته هسته؟ دختری که هنوز آموزش ندیده، دوره ندیده، هنوز تخصص پیدا نکرده، ببینه ما شما اگر میخواد یک گلدوزی یاد بگیره، اگر یک خیاطی یاد میگیره، اینا لازم هست یک دوره ببینه، آموزش ببینه که تا خواسته باشه این کار عملا بتونی شما پارچه یک لباست میخواد در اختیار این دختر بگذاری میگی خراب میکنه، نمیگذاری در اختیار دختر، نمیدی که همین بیای خیاطی کنه میره برش بزنه پارچه تو رو میترسی خراب کنه. تو چطور اجازه میدی فرزند خودت زندگی نسل بعدی رو در اختیار اونها قرار بدی، نسل بعدی رو بیاید دیگه اونها رو در دستی قرار بده که خراب کنه و بعد میبینی جامعه چی خواهد بار آورد و چی چیزی رو به وجود خواهد آورد. اینه که ما متاسفانه یک مقایسه کوچیک با همین رفتارهای خود ما داشته باشیم، ببینیم که ما هنوز خود ما کسی که تا هنوز تخصص نیافته بهش اطمینان نمیکنیم که چون تخصص پیدا نکرده، و اینه که باید دخترها و پسرای ما هم یک مقدار آمادگی پیدا کنه، آتش بذار درشون به شعله ور شود و واقعا خودشان تمایل پیدا کنه. وقتی تمایل پیدا کرد خودشان تلاش میکنه. یک چیزی که ما الان در همه کشورهای غیر اسلامی حتی گاهی وقتی میبینیم اینه که زن و مرد کشورها، بعضی کشورها خوب هستن، کشورها حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی هم هست، هم کشور اسلامی هم هست که دختر و پسر خودشان بیشترین مسئولیت ها رو در بحث ازدواج میگیره وقتی به سن بلوغ رسیده باشه، وقتی دخترها رشیده شده باشه و این خواهش درشان به وجود آمده باشه، میبینی که خودش بحث تهیه جهاز از دخترها خودشان داره زحمت میکشه و این زندگی شیرین تر هم خواهد شد. پسرها همینطور خودش تلاش میکنه، نه اینکه خواسته باشه بگه حالا پدر داره حمایت میکنه، اونجا خانواده او هم هست حمایت میکنه و بعد متاسفانه چون خودشان تلاش نکرده یک چیزی که مفت
به دست آوردم که باد آورده را باد خواهد برد. این باد آورده هست و قدر اون نه زن میفهمه نه قدر زن هم همینطور نه قدر شوهر تلاش، چون آتش بهش وجود نیامده، اجتماعیل درش به وجود نیامده. متاسفانه اینه که نگذاشتن و این رشد لازم صورت نگرفته، چون رشد لازم صورت نگرفته اینجا من احساس میکنم خیانت هست به حق این بله جوانان. دقیقا، و نتیجهش نسل اقدامند و بی تعلیم و بی تحصیل فردای افغانستان است که دقیقا سرنوشت میلیون ها انسان با سرنوشت میلیون ها انسان بازی می کنند. اینمی نتیجه اونمو تصمیم گیری های غلط است که والدین به خود حق می دن که ما ولی هستیم، ما حق داریم که دختر خود یا پسر خود در هر سن سالی که باشد و قید و عقد ازدواج مجبورشان بسازیم، در صورتی که ازدواج یک قرارداد بین دو انسان عاقل و بالغ است. از دو طرف باید واقعا امی بلی را از اعماق قلب گفته باشند، واقعا اینا مسئولیت خود درک کرده باشند. مثل که اگر شما میخواین دکتر شوین میفهمین که چی مسئولیت دارین، شما با حیات انسان سر کار دارین، شما با جسم انسان سر کار دارین، کمترین غلطی شما باعث از دست دادن یک عضو یا حیات یک انسان میشه. وقتی شما مادر و پدر میشین، شما یک موجودات معصومی را به دنیا میارین که سبا شخصیت از او الگو برداری از شما میکنه. اگر شما در یک جهل مطلق قرار داشته باشین، چطور میتونه نسل فردای موفق و کامیاب و بستاب خالی از هر نوع عقدای روانی و عاطفی به دنیا بیاره؟ چطور میتونین تربیت کنین؟ امکان نداره. بنان ما با شما موافق هستم دکتر صاحب، اگر حرفای پایانی تان میگین که وقت ما کم است و فکر میکنم که تقریبا 1.5 دقیقه دیگه داریم به ختم پروگرام، بفرمایید. بله، اون چیزی که کلا بر اساس اگر برگردیم یک نگاه کلی به آیات بندازیم، اینه که نتیجه که ما میگیریم از آیات اینه که آیات قرآن بلوغ پسران و دختران فرق نگذاشته، که متاسفانه در بعضی از مذاهب خوب این فرق گذاشته شده. بلوغ حلوم، بلوغ نکاح، بلوغ اشد اشد یا که آمده بیان شده، همون رشد منظور رشیده بوده، رشید شدن مطرح هست در قرآن، و بلوغ خودش خروج از دوران طفولیت اگر مطرح شده، اون به عنوان یک سری از احکام برشون اجازه داده شده و این نمیتونه سند برای ازدواج باشه، و بحث تصرف مالی یکی از بلوغ ها هست که آمده اجازه داده شده، و بحث نکاح، در بحث نکاح اون چیزی که مهم هست اینه که بلوغ و رشد عقلانی هم لازم هست، چرا که بحث یک عمر زندگی هست و بحث اداره کردن خانواده و قول شما همونطور که بیان فرمودین بحث تحویل نسل آینده در جامعه هست و پرورش آن خیلی خیلی مهم و لازم هست که اینا ما داشته باشیم. همین، پس ما میبینیم که تعیین سن در اسلام مطرح نشده و اذن پدر اگر ما میبینیم در اسلام آمده مطرح شده، ای به این معنا نیست که پدر هر کار خواست انجام بده، بلکه یعنی اینکه این تمایل در این، خوب دقت کنید، این میخوام نکته رو توجه داشته باشین که اذن پدر اگر در اسلام آمده مطرح شده، این به معنای این نیست که پدر اختیار داره اولاد خودش معامله کنه هر وقت او خواست، پدر خواست بده، بلکه خود این یک فیلتر هست. میبینیم دختر یا پسر ما به اون سن رسیده، جنس مخالف تمایل پیدا کرده، آتش پیدا کرده، دنبالش هست، و این یک فیلتر هست در انتخاب و اختیار که چی کسی را انتخاب کنه، آیا اون صلاحیت داره، در حد یک فیلتر هست، نه به حد اینکه انتخاب و اختیارات کاملا در دست پدر باشه، بلکه بعد از اونی که جوان آمد خودش انتخاب کرد، خودش این تمایل از خودش نشان داد و این توانایی از نظر جسمی، از نظر روحی، روانی، عقلی، فکری و همینطور مالی این توانایی را داشت، بعد اینجا لازم هست که اینم به عنوان یک ناظر پدر نظارت به او داشته باشه، نه اینکه شرط اصلی باشه که حتما باید. اینم البته در قسمت دخترا میشه بیان فرمودید. دقیقا، یعنی بحث بسیار خوبی را امیال مطرح کردین که مسئله ولایت است، ولی اینال اینمی مسئله متاسفانه همیشه در افغانستان مورد سوء استفاده قرار گرفته در قسمت ازدواج و دخترها مخصوصا، که کمترین صلاحیت برای دختر نمیتن. بعضن ما میشنویم او دختر فرار کرد از خانه پدر، چرا فرار میکنن؟ به خاطر از اینکه پدر بدون از اینکه
خواست دختر خودم از نظر بگیره که آیا ای امی مرد انتخاب میکنه یا نمیکنه، آیا با او آینده زندگی خودم میسازه یا نمیسازه، تصمیم میگیره که دختر خودم به فلان بچه کاکای خود یا نواسه کاکای خود میده و ای را به خانواده میگه. دختر چون انتخاب دیگه نداره، با او بچه کاکا یا دختر کاکا را میشناسه، خوش نداره امرش زندگی کنه، امو است که تن به ذلت میده، از خانه پدر فرار میکنه و به هزارها مصیبت اخلاقی دیگه دچار میشه. اینجا بسیار مهم است که شما گفتین پدر من حیث یک مشاور است، مشاور نیک، که انتخاب از خود دختر و پسر است، خود از یا به مرحله بلوغ عقلی و جسمی که رسیده باشن انتخاب خودم میکنن، مشوره پدر و مادر من حیث مشاور میتونن بگوین که ما راضی هستیم، واقعا انتخابت خوب است، یا در اینجا نظر داشتای ما ای است. بازم دختر چون گفتیم عقد ازدواج بین دو انسان عاقل و بالغ، قرارداد است، قرارداد وقتی که دو نفر قرارداد بسته میکنن، او دو نفر خودش مسئولیت داره، افراد دیگه مسئولیت نداره، در این قرارداد پدر دختر و پدر بچه نقش نداره، این بین نکاح بین دو انسان عاقل و بالغ. اینا متاسفانه که از اینمی کجروشی هایی که ما متاسفانه از نظر و عدم درک و دانش ما از معارف دین است، از قرآن است، که چقدر به زیبایی مسئله ازدواج مطرح میکنه. و حتی شما همین مسئله رشد که در آیت مربوط به حضرت موسی علیه السلام شما بیان کردین، و اکثر پیغمبرها رو که ما میبینیم در سنی که رشد رسیدن که 40 سال، حتی پیغمبر ما حضرت محمد رسول الله به بعثت مبعوث شدن، وقتی این چیز بسیار مهم است. چطور ما کسایی که آینده ساز هستن، کسایی که بنیاد و شیرازه نسل فردای امت اسلام رو میسازن، اونا را از حق انتخاب محروم بسازیم به نام از این که ما ولی هستیم. حتی طفل در بطن مادر است که پدر تصمیم گرفته یا مادر تصمیم گرفته که دختر ما از بچه فلانی باشه، بچه فلانی بساب دختر ما به نام از او است، و او دختر وقتی کلان میشه اصلا رضایت نداره، یا او پسر هیچ رضایت نداره، ما چون خانواده ها این تصمیم گرفتن، متاسفانه تن به می ازدواج های ناخواسته میتن که باز مشکلات موجود ایجاد میکنن. با امید از این که آینده انشالله که بساب جامعه ما با می حرف های ما که از روی دلسوزی، از روی بساب مسئولیت ایمانی ما مطرح می کنیم، کدام هدف نداریم، و ما می خواهیم که جامعه ما ذهنیتشان روشن شود و بفهمند که حق مسلم هر دختر و پسر است که وقتی به بلوغ رسیدن، بلوغ عقلی، جسمی، فیزیکی و توانایی، و این مسئولیت برداشتن بار زندگی مشترک بساب تانستن درک کنن که ما واقعا توان از این را دارم، اینا را تشویق بکنیم که با انتخاب خوب خود به اساس معیارات تقوا و ایمان افراد انتخاب بکنن، نه به اساس معیاراتی که بیشتر حساب کردم پول و زیبایی یا ثروت و قدرت. دیگه با می امیدواری اگر شما صحبت دیگه نداشته باشیم، برنامه را با یک از دعایه های حضرت علامه صاحب با صحبتاشون به اختتام میبرم. جناب دکتر صاحب حرف دیگه هست برای گفتن؟ خواهش میکنم، من به حرف دیگه ندارم، فقط میخواستم بگم که یکی از چیزایی که خب در فقه خیلی زیاد مطرح هست قاعده لازرر هست، یعنی کسی حق نداره به کسی دیگری ضرر وارد کنه، و اینجا ما میبینیم که بحث در بحثهای ازدواج اجباری یا در بحثهایی که بدون اجازه دختر هست و احساس میکنه که دختر خودش صلاحیت نداره، متاسفانه اینجا ضرر زده، و این ضربه زدن از نظر فقهی با اسلام سازگار نیست، و همونطور خود شما اشاره کردین نقش پدر بیشتر نقش مشورتی هست، و اون از این جهت هست که مبادا چون بحث ازدواج یک بحث احساسات هم اینجا پایش مطرح میشه، چون بحث عشق و احساسات گاهی وقتی بعضی احساسات هم انسان کورکننده هسته، و اینجا که همون مشاور بودن پدر یا به تعبیر دیگر ناظر بودن پدر به خاطر از او هست که مبادا این ازدواج بر اساس عشقهای کورکورانه باشه اونجا مطرح کرده، یعنی اسلام اون مرحله را و اون مسئله را هم از نظر دور نداشته، که چون به بحث احساسات در ازدواج مطرح هست و دخترها یک وقتی تحت تأثیر احساسات قرار نگیره، این بحث اگر گذاشته، یعنی بیجا نگذاشته، اینو گذاشته به خاطر که اونجا احساسات گاهی وقتی احتمال داره غلبه پیدا کنه و خانم زود فریب بخوره، فریب وزیاره، و اینجا نظارت لازم هست و این پدر هم مشاوره بده و مبادا که دختر چی کنه، و الا دیگه دلیلی نداره که خواسته باشه پدر اونه برای شوهر انتخاب کنه یا خواسته باشه رضایت خود در نظر نگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب محترم، امیدوار هستم که بین دعای عزیز ما وقتی که برنامه های ما را مشنوند سوالات خود و پیشنهادات خود نظریات خود مطرح کنند بدون غرض و مرض، مسئله سر نفاق حساب نپرتن که این مذهب است او مذهب است. ما باید به حساب برای نقاط مشترک خود در هر مذهبی که هستیم نقاط مشترک فکر کنیم و او را کوشش بکنیم که برملا بسازیم و به اساس از او پیروی بکنیم، نه به اساس از ای که اگر این آدم حرف میزنه از این مذهب است بنان بر من قابل قبول نیست و اگر این گپ میزنه به مذهب ما است من حرف از او را میبشم. ما باید حرف حق بپذیریم. جناب علامه صاحب میگه که وقتی انسان ها میتوانند بر روی زمین به صلح و سلام زندگی کنند که درس خانه هایی را تشکیل و در آن پروگرام های درسی دارای درک تجزیه و تحلیل اتم انسان را با درک اقسام و وسواس و حرص فاسد که از کجا میاند و چرا شخص سلیم و دانسته را احساساتی و بدکنشت میسازند و میارند، هرگاه به این راز موفق شدند در حقیقت آرامی را برای همه فرزندان انسان در این سراچه بحر و بر میسر خواهند نمود. انسان و فلسفه امتحان. با امی صحبت ها و با یکی از دعایی های جناب علامه صاحب برنامه را به پایان میرسم که میگه یا وهاب الملک القدوس جل جلالک، ما یقین داریم که از آن همه دریاهای بیکران و بیمانده های غفوری و رحیمی و کریمی و صدها مثل آن که تراست مقدار ناچیزی از آن برای شستن گناهان ما و کافه مؤمنان و مربوطان و محبان و مسلمانان و همه معاصرین زمان ما و ما بعد آن تا جایی که عظمت تو اراده فرموده است کفایت می کند. بشک به این الطاف حضرت ذوالجود و الکرم دو شادمان و خوشحال می شوند همه انبیاء و رسول علیه السلام و اولیای کرام ملک بشر جن و ملائک هفت آسمان و همه مؤمنین و همه مؤمنات از اول دنیا و تا آخر آن و دلتنگ و نابود می گردند شیطین جنی و انسی. پس یا کریم یا عظیم یا ذات ذل قوت المتین به لطف کرم خود دلشاد کن دوستان را و برباد ساد دشمنان را به حرمت اسمایک المخزون المکنون الجلیل الجل عظیم العظم که اننا مقلوب فنتصر به عزک و جلالک یا قدوس المقدس و اعتجل به قبولها یا قاضی الحاجات. باز هم دعا میکنیم الهی نصرت به تیو کسایی که ناصرین حقیقی دین نبی کریم صلی الله علیه و آله هستند در هر لباس جامعه که هستند در هر کجایی که هستند و ما را بگردان از جمله اعوان و همکاران از اونا. الهی خداوند عجله فرما و ظهور مهدی الاسلام دنیای عالم اسلام و عالم بشریت به طرف تباهی و انحلال روان است. خداوند مرد میدان مهدی آخر زمان ظهور بفرما و ما را جمله اعوان از او بگردان. الهی خوار و ذلیل بگردان او کسایی که خوار و ذلیل میکنن امت اسلام و دین مقدس اسلام. الهی ما را ز جمله نگردانی بلکه ما را وسیله هدایت و رحمان رحمویشان قرار بده. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. در هر کنج کنار دنیا و هر کنج کنار افغانستان غم زده که هستین همه شما عزیزای گرامی را به الله مهربان امانت سلامت می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.